آیا روایت شما چی از ربایش روح الله زن؟ عرض کنم که ببینید آقای میبود عزیز، من خودم که فکر میکنم الان هر از دار نظری هم که همین الان بکنم، خب مثلا ظاهرا ایشون رو گرفتن، حالا مثلا فکر کنیم که واقعا گرفتنش، یعنی بلای زندان، خب من اگه بیام از این موضوع که بخوام مثلا به ایشون حمله بکنم، انتقاد بکنم، یعنی چی؟ یعنی اومدم چوب اون کسی که داره میزنه رو بردم بالا بزنه تو سرش، دارم توجیه میکنم و شکنجه آقا رو مثلا دیگه، درسته؟ یا اومدم از حقوق یه روزنامه‌نگاری که ربوده شده دفاع نکردم، یعنی اومدم به طرف جمهوری اسلامی گرفتم. اما یه طرف دیگه اگه فکر کنم که نه آقا تمام اینا داستانه، مثلا یعنی آقا با خود وزارت اطلاعات بود و اخبار دروغ پخش میکرده، حالا دیگه کارش تموم شده و سوزوندنش 6 ماه پیش که با هم صحبت کردیم، رفته ایران و ممکن الان برنامه های دیگه دارن، کلی از گفتگوهایی که با دیگران ضبط کرده و چیزا اینا رو یواشا شروع کردن منشر کردن، کاری که سر اون پروژه مدهی از من یادتونه آقا رو بردن اینجا 6 ماه سال گردون نشد و پوزیسیون و با این و اون و اون جلسه گذاشت، بعد رفت ایران که آقا من خسته شدم ندامت دارم اینا، شروع کردش پیششف و هم تو ایران الهی این و اون حرف زده. حالا تکلیف من چیه؟ من که در این موقع اگه فکر کنم که ایشون با خود وزارت اطلاعات بوده و این داستان ها واقعی نیست، خود چی باید بکنم؟ همه هم به من اعتراض میکنن که آقا چه نه حرف زدی، ولی بعضی وقتا مسئولیته. من موقعی که آقای زم نظر من اینه که من موقعی که آقای زم شروع به کار کرد، از نوع دروغایی که میگفت، دروغای نجومی که میساخت، کاملا مشخص بود که داره دروغ میگه، یعنی دروغای فضای رسانه‌ای رو ایشان آلوده کرده بود دیگه. بلافاصله اومد و 2-3 میلیون پیرو پیدا کرد در تلگرام و جاهای دیگه، و حتی یادم یکی از ویدیوهای منو، بخونه ویدیو من و شما رو گذاشته بود توی تلگرامش، 600,000 نفر نگاه کرده بودن. خب اینجوری دیگه جا افتاده بود دیگه. خب میمد اخباری میگو و اخباری که 90% دروغای حیرت آور بود، نمیدونم پسر خامنه‌ای اومده لندن با رئیس جمهور سنکیت دیدار کرده که نام 400 پاسپورت بگیره، هیچ کم خبر نداره غیر ایشون، 280 میلیارد جمهوری اسلامی توی یه بانک توی نمیدونم به اصطلاح آفریقای جنوبی و کلی مسائل. خب یه از اخبارش کاملا معلوم بود که اینا واقعی نیست دیگه، خودش هم گفت بعد داخل من بیستن. خب میتونستی میگه آقا ایشون یه آدمی که میشینه اینا خودش میسازه، ولی وقتی که نوار ویدیوی این رو خود جمهوری اسلامی منتشر کرد با مسئول وزارت اطلاعات که خودشو تأکید کرد که مسئول وزارت اطلاعات با من همچه صحبت کرده، که تأکید کرد گفت آره من اولش بازی خودم، ولی من اونا رو بازی میدادم، مثل یه آقای بود یادمه که بعدا مشخص شد این توریا بود که بعدا مشخص شد که این برای سواک هم کار میکرده در زمان قبل از انقلاب، بعد انقلاب که مشخص شد من گفت نه من در سواک نفوذ کرده بودم. این آقا خواهش میکنم، این آقا هم داشته به وزارت اطلاعات بازی میداده، یعنی آقای فرهودی که ایشون هر هفته میابرد، وقتی که ویدیوی گفتگوی ایشون با وزارت اطلاعات منتشر شده همه دنیا دیدن، خوشو بشه ایشونو که مامور وزارت اطلاعات بشه بگو برو اینا رو بگو، برو اینا رو بگو، برو این خبر رو بگو، ایشون درد دل باش میکرد، آقای فرهودی که دیگه نیوردش، یک بار آوردش که فقط توضیح بده، تو توضیح هم که کاملا مشخص بود که اون طرف مأمور وزارت اطلاعات بهشون گفت چیکار بکن. خب این دوتا. سومی که خود من به طور شخصی مواردی هست که برای من یکی در میلیون تردید نیست، یعنی تجربه شخصی با ایشون و کاری که در چند زمینه کرده بوده برای به اصطلاح این که نزدیک بشه به برخی جاها با کمک وزارت اطلاعات و با استفاده و با مشخصا هم میگفته که من با وزارت اطلاعاتم در چند موردم حتی مسئول وزارت اطلاعات روی خط تلفن آورده بوده وزارت کنفرانس کار، برای من تردیدی نیست که با وزارت اطلاعاتش همکاری میکنه، خودشون هم هیچ رد نکرده، حالا اینکه برخی بودن در وزارت اطلاعات این دوت. حالا ما بیام قبول بکنم یه عده میگن که بله ایشون مثلا با یه عده بوده که در وزارت اطلاعات الهی اون یکی جنای دیگه اطلاعات میدادن مثلا، یعنی واقعا من شخصا باید قصد داده باشم اینو بپذیرم که مثلا یه نفر تو وزارت اطلاعات در سطح بالا که من خودم صداش شنیدم دیدم ویدیو چی آقا رو
این آقا میتونست راحت بیاد دو سال سه سال به زم خبر بده، خبرهای درون بیت خامنه‌ای و کی و کی که نواده از جریه، ولی خبر بده به ذات اطلاعات و اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی قادر نباشن آقا رو پیدا کنن یا اون چند نفر رو پیدا کنن، تلفوناشون رو رصد بکنن، ردیابی کنن. یعنی اینقدر باید من ساده باشم یا اصلش برای این قرار میگیره؟ من توهم متاسفانه اینجاست که یه همیشه برای این اساس فکر میکردن میکنن که آقا یه جناح یه لیه جناح دیگه یه شکافی ما داریم برای شکاف استفاده میکنیم. درست نیست، اینا هم ضربات امنیتی و خطرناک میزنه. قدرت قاسم جو چجوری ترور کردن که طرف آقای رفسنجانی اومدن با شما مذاکره و سازش بکنن؟ حتی با آقای فرخزاد هم همینو گفته بودن که آقا میخوام شرایط بازگشت رو فراهم کنیم، به ایشون نزدیک شدن تا ایشون رو با اون ترس بکشن. خب من که نمیام گول بخورم که تو داخل وزارت اطلاعات یه عده دارن با آقای رولزم همکاری میکنن ولی بقیه نشستن نگاه میکنن تو وزارت اطلاعات. اطلاعات سپاه هم که مهمتر از خود وزارت اطلاعات داره نگاه میکنه. بله من دشواره، نمیتونم بپذیرم. بنابراین وظیفه من اینه که بگم که آقا به همه اون موقع به کسانی که میشناختم میگفتم آقا کسانی که با ایشون رابطه دارید هر فایلی از ایشون به کامپیوترتون میاد باز نکنید، میتونن کامپیوترتون رو هک بکنن. از نظر امنیتی ترور ممکنه خطرناک باشه، هزار تا مسئله باید میتونه داشته باشه. حالا ایشون رفته، من به کسانی که با ایشون رابطه داشتم بازم میگم ایشون ممکنه همکاریش الان بیشتر شده باشه برای هک کامپیوتر و غیره، باید حساس باشن. حالا یه دو میگه نه آقا ایشون الان اسیره، باشه اسیرم باشه، حساس باشید، گاردتون رو باز نکنید. من این رو نمیتونم بپذیرم که انسانی که اندکی عقل داشته باشه باشه بره عراق اگه با جمهوری اسلامی نباشه. هیچ مخالف جمهوری اسلامی، حتی بنده یه مسخال اگه مخالف جمهوری اسلامی باشه با نمیشه بره عراق. عراق از فرودگاه که شما میرسید در اختیار جمهوری اسلامی تو بقیه جاهاش، اونم در ایام اربعین، اونم با حرف مسخره که آیت الله سیستانی مقاسه ایشون ببینه. حتی آیت الله سیستانی کی کجا کدوم ایرانی ها رو دیده که این دومیش بشه؟ اونم یه آدمی مثل زن چیکاره است؟ مثل که من بیام به شما بگم من دیروز با ملکه الیزابت قرار داشتم و نتوستم برم مترو گیرم نایمد. آخه ببینید این حرفا خنده‌داره. دولت فرانسه همکاری کرده، اون رادیو فردا و اون فیگارو مخصوصا بهشتنی زدن. اولا خب وزارت خارجه فرانسه رسما تاکید کرد که این حرفا چیه. چه بعد میبینیم همکاری چی بوده؟ همکاری این بوده که ایشون میخواست بره عراق جلوشو نگرفته. آقا در ده ها هزار پناهنده تو فرانسه هستن، هرکی هرچه دلش بخواد سوار میشه میره، مگه میتونه با زنجیر ایشون جلوشو نگه دارن؟ بنابراین برای من دشواره آقای میبودی عزیز و نگران اینم که ایشون تا اینجا موقعی که اینجا بوده فضای رسانه‌ای رو آلوده کرد، اخبار دروغ تمام رسانه ها رو سر کردن به حاشیه ببرن، اصلا فضای بی‌اعتمادی به رسانه ها الان میشنه بردن قهرمان سازی که روبوتیم و گرفتیم و فلان و برنامه های تلویزیونی یکی یکی پری روز تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم رسما داشت تهدید میکرد، میگفت کسانی که با این آقا در تماس بودن همکاری کردن منتظر افشاگری ها باشد. خب یعنی معلوم پرونده ها رو ساختن. خب اینا رو به نگران کننده است، اینا باید گفت. حالا آقای ترامپ چه خواهد شد؟ همین اخبار دروغ. من یه بار آقای فرهودی به من تلفن زد صحبت کرد 280 میلیارد که نمیم خبر جندگی. ایشون یک بار من دعوت کرد با آقای زن برم تو برنامهشون، قبول نکردم. گفت بیا تو برنامه، گفتم نمیام، توضیح هم ندیدم چرا. گفت ایشون بهش برخورده، گفتم خب بخوره. من که نمیتونم تایید بکنم یا توجیه بکنم و مشروعیت بدم به پخش دروغ. آقا شما نگاه کنید در این دو سه سالی که ایشون بود چقدر دروغ در فضای رسانه‌ای بود، همش هم در ساخت جمهوری اسلامی بود تمام. بعد میگن در جریان قیام دیما ایشون نمیدونم به بیشترین کانال تلگراف سراغ ایشون میرفتن. خب اصلا حرف جمهوری اسلامی اینه که در شرایط بحرانی مردم سراغ کانالهای خبری برن که خودش میتونه هدایت بکنه به کدوم سمت ببره، به کدوم سمت مردم رو نیاره، رهبری بکنه. اصلا راهش اینه. اصلا شما وقتی میاد فضای رسانه یه نفر بزرگ میکنید، مادم خودتون باشه، اما اخبار دروغ میگید، فضا رو گلالود میکنید، کسی دیگه دنبال خبر درست حسابی نمیره که. وقتی اخبار جنجالی صبح تا شب میاد،
از درون بیتونم که کینه تحلیل گوش کنه، کینه اخبار واقعی گوش کنه، هیچکی. بعد ایشون که وقتی رفون بالای بالا دیگه رسانه های دیگه بیتوجهی شد به در موقع بحرانی، حرف کی رو مردم برن گوش میکنن، به کی مراجعه میکنن؟ الان شما رو کنید ده هزار بی اعتماد شدن به کل تلگرام و همه اخبار و فلان. خب اینا نتیجه چه دیگه؟ آخه یه پروژه ما بزرگ نمایی جمهوری اسلامی نی، جمهوری اسلامی برای کار اساسی مملکت یعنی اقتصاد و فرهنگ و اینا که کاری که نمی کنه برای مردم. خب انرژی گذاشته برای این چیزا، بره مونیکا ویتو استخدام کنه، بیا در خارج کشور رسانه درست کنه، نظرسنجی منشر کنه که واشنگتن پست هم منشر کنه، اینا رو هنر خودش میدونه. خب بنابراین اینا رو باید گفت. حالا آقای ببینید من میگم برای من مشکله که اگه ایشون گرفته باشن مثلا بگم حتی تو دعوای جنایی بخوان ایشون بزنن، خب من این حرفا که میزنم به ضرر ایشون مثلا تموشه. ولی خب من نگم اینا رو. چرا آقای سیامک نمازی؟ من خود من بارها نوشتم که ایشون و پدرش باید آزاد کن. بخونش پدرش کاری نکرده که پدرش آزاد کن. ولی بالاخره سیامک نمازی با چیت پارسی اینا لابی جمهوری اسلامی را انداختن در اینجا، کلی هم به نفع جمهوری اسلامی سالیان سال کار کردن، سالیان سال با هم مشترکن کار کردن. خب ایشون رفت شد مدیر کرسنت. کرسنت هم با جمهوری اسلامی اختلاف مالی داره، صحبت میلیاردها دلاره. ایشون برگشت تهران گرفتن تو باندبازی ها که میگیرن، مثل حسین موسوی ها که میگیرن، مثل معاونین احمد نژاد که الان زندان هم. خب از این دعوه ها که میشه، خب من چیکار کنم؟ من راجب سیامک نمازی نباید دیگه بگم؟ حرفا که راجب ایزنم رو پس بگیرم که ایشون زندانه یا موسوی ها زندانه یا بقایی و نمیدونم کی و کی رحیم مشاهی معاون احمد نژاد زندانه؟ نه، بالاخره من وظیفه خودم میدونم که اگه خطری هست بگم. متوجه من که نیست، بلکه من هیچ وقت گاردم در مقابل رولایزم که باز نبوده، که هر وقتم نه راه تماس رو با اون گذاشتم، حتی فایل هم از طریق کسای دیگه رسید رو تو کامپیوتر دیگه سعی کردم باز کنم، تو کامپیوتر خودم باز نکنم. به دیگرانم تا اونجا که میتونستم هشدار دادم. برای من مسئله شخصی من نیست، من نگرانم که آقا اولا به این بازی، اگه این بازی باشه و ما داریم دامن میزنیم تو این رسانه ها به قدرت نمایی و قدر قدرتی و ترساندن مردم، این درست نباشه. دوم هنوز مسئله تموم نشده، افشاگری بعدی ممکنه در راه باشه، باید همه اینا رو آدم آماده باشه، باید دیگه تکرار نشه. آخه چند بار آقای میبودی عزیز، چند بار ما باید سردار مدهی و نمیدونم کی و کی تکرار بشه در خارج کشور؟ ای گول این کارهای جمهوری اسلامی رو بکنید. برای من نگرانی من از اینه، مسئله برای من اینه. خب استنباط منم اینه که ما باید منتظر شوهای جدید باشیم در تلویزیون جمهوری اسلامی. انتخابات هم بله، این دو سه روزه که الان مرتب این گزارشات که پخش میکنن که کاملا مشخصه نوع حرف زدن تولیدی سپاه یا اطلاعات سپاه در رسما تهدید میکنه که برای آینده منتظر باشید. بالاخره ایشون اینجا بوده با کلی تماس داشته دیگه. شما اون ویدیویی که 6 ماه پیش که با هم صحبت کردیم، ویدیویی که مسئول وزارت اطلاعات داره باهاش صحبت میکنه، این چیکو پوکیش به اونا میگفته در مورد افراد اپوزیسیون. مطمئن باشید، حالا نمیگم با خودش برده یا نبرده، ممکنه برده، بلکه قبل از اونم هر چی داشته به اونا داده دیگه، ویدیو باشه، نوار باشه، گفتگو باشه. آقای دایی یه موضوعی دیدم این چند روز اخیر توی رسانه های اینجا مطرح شده، حتی برخی از کارشناسا وقتی صحبت میکردن خیلی سال تعجب میکردن که چرا فرانسه جلوش نگرفته، وارد نیستن. اولا من خودم پناهجوی پناهنده دولت فرانسه بودم و بارها هم از من سراغ گرفتن دستگاه اطلاعاتی امنیتی در اونجا. یعنی دوره هم بود که اپوزیسیون خیلی فعال، دوره شاپور بختیار بود، دوره بود که مجاهدین آمده بودن، شورای ملی مقاومت تشکیل شده بود. یعنی دستگاه های اطلاعاتی امنیتی خیلی فعال بودن، چندین عملیات تروریستی هم صورت گرفت بود. ولی هرگز من به خاطر ندارم یکی از ما بخواد به سفر بره، مثلا دولت فرانسه اصلا جویا به شما کجا میخوای بری؟ اصلا ربطی نداره با اونها، ممکنه دورا دور مواظب شما باشن، ولی هرگز از شما نمیپرسن شما کجا میخواید برید و چرا میخواید برید. در نتیجه این اصلا این فرضیه کاملا غلطه و این اطلاعاتی هم که
دوستان ما دارن در تلویزیون ها به مردم میدن به نظرم هیچ پایه‌ای نداره. اینی که خواهش میکنم حتما در این مورد دقت بکنید. اینا کسانی هم که چنین ادعایی کردن قاعدتا دستگاه اطلاعاتی امنیتی فرانسه رو نمیشناسن و یعنی حرف اصلا نمیزدن. دو، در تایید سخن آقای دایی، پریروز یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که اطلاعاتی که به آقای رولازم داده میشد از سوی خودی ها بود. حالا باید بیام این خودی ها رو معرفی کنیم. اینا کی بودن تو دستگاه اطلاعاتی که این اطلاع این خبرها و گزارش ها رو به او میدادن؟ این رو خود مقامات جمهوری اسلامی یا مقامات در مجلس به صراحت اعلام کردن. اینم جالب بود. آقای دایی اگه اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم برگردیم. موافقی؟ حتما با کمال میل. خب آقای دایی من فکر می‌کنم چون شما با تلفن هستید ارتباط با شما قطع می‌کنیم. با خانم سارا ایرانی عزیز تا لحظات دیگر خواهیم بود، بعد مجددا ارتباطمون با شما برقرار می‌کنیم. حتما تشکر می‌کنم. حتما.